محکومیت حمله موشکی به لیبرتی از سوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه انگلستان. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست دفاعی طی بیانیه‌ای که روز 28 دسامبر در بروکسل صادر شد، حمله موشکی 26 دسامبر به لیبرتی را که سبب جان باختن شماری از ساکنان شده است، به قوی‌ترین صورت محکوم می‌کند و ضمن تسلیت صمیمانه به بستگان شهیدان آرزوی بهبودی سریع مجروحان را دارد. وی تأکید کرد شرایطی که این واقعه شقاوتبار اتفاق افتاد باید روشن شود و افرادی که مسئول شناخته می شوند باید تماماً مورد حسابرسی قرار بگیرند. نماینده عالی اتحادیه اروپا از مقامات عراقی خواست تا اقدامات امنیتی پیرامون کمپ را افزایش دهند. وزارت خارجه انگلستان نیز روز 27 دسامبر حمله موشکی به لیبرتی را محکوم کرد. محکومیت حمله موشکی و فراخوان به حفاظت از لیبرتی از سوی کمیته های پارلمانی، حقوقدانان و شخصیت های سیاسی. کمیته بلژیکی پارلمانترها و شهرداران بلژیکی برای یک ایران دموکراتیک به حفاظت بین المللی فراخوان داد و اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا باید عراق را وادار کنند حداقل‌های ضروری را برای حفاظت لیبرتی به اجرا بگذارد. سناتور درک کلاس، سناتور نل لیلن، سناتور جرارد دفره، سناتور کال ون لوه و پارلمانترهای بلژیکی دیوید کلارینوال، الس دمول، پیتر ون روپوی از سوی نمایندگان سنا و پارلمان و شهرداران بلژیکی این بیانیه را امضا کردند. پروفسور آلن دشویس، معروف‌ترین وکیل جهان در پرونده‌های جنایی، حمله جنایتکارانی که بار دیگر از جانب رژیم ایران به لیبرتی حمله کردند را محکوم کرد و خواستار اجرای تعهدات آمریکا برای امنیت ساکنان لیبرتی گردید. کمیته عربی اسلامی دفاع از ساکنان اشرف به ریاست نخست وزیر سید احمد غزالی اعلام کرد نوری المالکی بعد از بازگشت از تهران شروع به اجرای وعده خود به رژیم ولایت مبنی بر سرکوب مخالفان سنی و جنایت علیه اپوزیسیون ایران کرده است. کمیته عربی اسلامی دولت آمریکا و سازمان ملل متحد را به انجام وظیفشان برای تأمین امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی فرا می خواند. انجمن حقوق بشری بقابیل دست نزنی در ایتالیا و شماری دیگر از انجمنهای حقوق بشری در کشورهای اروپایی با صدور بیانیه هایی چهارمین حمله موشکی جنایتکارانه به لیبرتی را محکوم کردند و خواستار حفاظت بین المللی برای لیبرتی شدند.